میگن قو موجودی است که یک بار در عمرش جفت انتخاب میکنه. اگر انسانی نگاه کنیم یک عشق داره در طول زندگیش. قو صدا نداره. یک بار صدای قو شنیده میشه، به تعبیری آواز قو شنیده میشه، وقتی است که با جفتش آشنا میشه. و یک بار دیگر هم قو میخونه، لحظه مرگ، همون وقتی که تنها شده از قوهای دیگر جدا شد. دو بار آواز قو، لحظه مردن و لحظه عاشقی. در واقع تعبیر میکنیم ما انسان ها که لحظه مرگ انگار اون یاد عاشقانه رو باره گل میکنه. میخوام بخونم یه نکته دیگرم بگم. اون جایی که قو تنها میشه برای مردن، انتخابش بر اساس عشقش، یعنی میره جایی که دیدار عاشقانه داشته. خیلی قشنگه، اصلا قصه ای خودش. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد. شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد. در آن گوشه چندان غزل خواند آن شب، که خود در میان غزلها بمیرد. گروهی برانند که این مرغ شیدا، کجا عاشقی کرد آنجا بمیرد. شب مرگ از بیم آنجا شتابد، که از مرگ غافل شود تا بمیرد. من این نکته گیرم که باور نکردم، ندیدم که قویی به صحرا بمیرد. چو روزی ز آغوش دریا برآمد، شبی هم در آغوش دریا بمیرد. تو دریای من بودی، آغوش واکن، که میخواهد این قوی زیبا